آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، کابوس جنگ پایان می‌یابد. نخستین گروه از نظامیان آمریکایی 1 ماه می از افغانستان خارج شدند. طبق برنامه‌ای که رئیس جمهور آمریکا مدتی پیش اعلام کرد و در اجرای آن مصمم بود. در هفته‌های اخیر تجهیزات نظامی زیادی با هواپیماهای باری عظیم به بیرون از خاک افغانستان منتقل شدند تا عملیات آزادی جاویدان به روزهای پایانی خود نزدیک شود. عملیاتی که فرمان آغاز آن 7 اکتبر 2001 توسط جورج بوش صادر شد تا پاسخی به حملات 11 سپتامبر باشد. جو بایدن اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرده بود که این کشور تمامی نیروهایش را تا 11 سپتامبر از افغانستان خارج می‌کند. یعنی همزمان با 20 سالگرد حملات تروریستی سال 2001. این خبر در کابل واکنش‌های متفاوتی در پی داشت. برخی آن را هشدار یک جنگ داخلی دانستند و برخی هم تأکید کردند که باید به این تصمیم آمریکا احترام گذاشت. مشاور ارشد روابط عمومی ریاست جمهوری افغانستان گفته به تصمیم آمریکا احترام می‌گذارد و افغانستان با مقامات آمریکا بارها در این رابطه بحث و گفتگو کرده است. از سوی دیگر میر رحمان رحمانی رئیس مجلس افغانستان هشدار داد که اگر نیروهای خارجی بدون تأمین صلح این کشور را ترک کنند، افغانستان با جنگ داخلی مواجه می شود. او گفته شرایط برای خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان فراهم نشده و آمریکا باید خروج نیروهای خود را به وضعیت این کشور مشروط کند. طالبان هم که پیشتر خواستار خروج نیروهای خارجی در اول ماه می شده بود، در اعلامیه‌ای تصمیم خروج نظامیان آمریکایی تا ماه سپتامبر را نقض توافقنامه دوحه عنوان کرده است. در سال 2018 مذاکرات آمریکا با طالبان آغاز شد و در 29 فوریه 2020 توافقی تاریخی در دوحه قطر به امضای طرفین رسید و قرار شد با آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی میان دولت افغانستان و طالبان و تضمین امنیت این کشور روند خروج نیروهای خارجی از ماه می کلید بخورد. این همان توافق دوحه است که طالبان به آن استناد می‌کند. آمریکا از سال 2001 در بازه‌های زمانی مختلفی تعداد سربازان خود را در این کشور افزایش داد که مهمترین علت آن را خطر افزایش قدرت طالبان اعلام کرده بود. در زمان اعلام خبر خروج نیروهای خارجی، حدود 9600 سرباز از 36 کشور در افغانستان مستقر بودند. آمریکا با 2500 سرباز در صدر قرار داشت. در ماه آوریل جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 11 سپتامبر را پایان جنگ افغانستان اعلام کرد. شرایطی که با ضرب العجل تعیین شده توسط ترامپ فاصله زیادی داشت. اما سرانجام در 29 آوریل فرایند پایان جنگ آغاز شد. مؤسسه واتسون وابسته به دانشگاه براون هزینه حضور نظامی آمریکا در افغانستان طی 20 سال گذشته را بیش از 2000 میلیارد دلار اعلام کرده است. تخمین زده شده که 241 هزار نفر به صورت مستقیم در این جنگ کشته شدند و تازه این رقم مرگ ناشی از بیماری، از دست دادن دسترسی به غذا، آب، زیرساخت‌ها و سایر پیامدهای غیر مستقیم جنگ را شامل نمی‌شود. یکی از نتایج جنگ آمریکا در افغانستان کشته شدن حداقل 47245 غیر نظامی افغان و 72 خبرنگار و 444 امدادرسان بوده. ضمن اینکه شمار سربازان کشته شده ی ارتش افغانستان در این سالها تا 69 هزار نفر هم برآورد شده است. این جنگ 2,700,000 افغانستانی را مجبور به مهاجرت کرد و 4 میلیون نفر هم در داخل سرزمین مادریشان آواره شدند.